بسم الله الرحمن الرحیم. خواجه‌زاده هستم، کارشناس ارشد مهندسی مکانیک با دوره طراحی گیج و فیکسچرهای کنترلی در خدمت دوستان هستم. فصل اول رو شروع می‌کنیم با عنوان سیاست‌های طراحی گیج و در این فصل اول یه سری تعاریف رو می‌گیم. فصل اول و دوم سیاست‌های طراحی گیج هست که در فصل دوم به صورت کاملتر این سیاست ها رو خدمت دوستان توضیح میدیم. خب اول یه تعریفی از فیکسچر داشته باشیم تو بحث تعاریف اولیه. فیکسچر در واقع یک دستگاهیه، یک ابزاریه برای نگه داشتن قطعه کار که بتونه در موقعیت صحیح خودش قرار بگیره. حالا یا میخوایم مونتاژ بکنیم یا به منظور اندازه‌گیری و یا بازرسی قطعه به کار برده میشه که ما توی این دوره طراحی فیکسچر بیشتر می‌خوایم طراحی فیکسچرهای اندازه‌گیری و کنترلی رو خدمت دوستان بگیم، یعنی بیشتر روی بحث اندازه‌گیری و بازرسی قطعه می‌خوایم از فیکسچرهای کنترلی استفاده بکنیم. همینطور که تو این شکل می‌بینید ما یک قطعه کاری داریم، یعنی این قسمتی که به صورت خطچین هست، این در واقع اگر قطعه من باشه 4 تا سوراخ روش هست، مثلا فرض کنید سوراخ شماره 1 2، سوراخ شماره 3، سوراخ شماره 4، اینا اومده فرض کنید روش یک پوزیشنی داده، موقعیتی دارن، میخوایم موقعیت این رو نسبت به کف، اگر این کف کف A باشد، مبنای A باشه و حالا مثلا فرض کنید این دوتا پین هم اگر اینجا در واقع مثلا مبنای B من باشه، حالا این مبنای B، این هم فرض کنید اگر مبنای C که برای عدم چرخش هست، اینا رو حالا در آینده کامل توضیح خواهیم داد. میخوایم ببینیم که این از کجا سر جای خودش قرار میگیره. پس اول یه فیکسچری میخوایم که بیاد این دوتا را کف بخوابونه، از این دوتا پین که اینجا شماره دو میلی گذاشتیم از این دوتا جا بیاد بگیره و قطعه تکون نخوره و ما اینجوری میتونیم قطعمونو بازرسی بکنیم یا اندازه‌گیری انجام بدیم. مثلا فرض کنید بعدم میایم اینجا پینی میذاریم، این داخل هر کدوم از این پین ها اگر از اینجا رد شد و از اون صفحه زیرین خودش، این فیکسچر داره سوراخ ها رو اندازه‌گیری میکنه و مشخصه که این قطعه خوب تولید شده نه. پس در واقع تعریف فیکسچر اینه. من یه خلاصه ای رو فعلا از تعریف فیکسچر خدمت دوستان گفتم و از این به بعدم کلا کار ما تو این دوره طراحی فیکسچرهای کنترلی هست. این میشه طراحی فیکسچر. حالا یک تعریفی هم داریم جیگ و یک هم داریم که حالا همون جیگ هم میشه گفت یه نوع فیکسچریه که بیشتر برای هدایت ابزار استفاده میشه. مثلا فرض کنید اینجا اگر همین سوراخ مثلا شماره 2 اگر بخواد اینجا یک سوراخ کاری انجام بشه، باید چه می‌دونم یه بوشی اینجا وجود داشته باشه که از داخل این بوش، حالا فرض کنید تو صفحه زیریش هر جا این مته هدایت بشه، یعنی هم نگه داره قطعه کار رو و هم یک بوشی باشه که بتونه ابزار رو مته رو هدایت بکنه بیاد. به اون اصطلاحا میگن جیگ. تفاوت‌های با هم دیگه داره. و بعد ما باز یه چیزی داریم به عنوان گیج که خب تعریف گیج رو هم بیشتر به صورت مثلا گیج‌های برو، گیج های نرو یا به حالت گو و نات گو که اینها برای کنترل اندازه های ابعادی هست، برای کنترل اندازه های ابعادی به کار میره. ولی حالا فیکسچری که ما میخواییم روش بیم طراحی انجام بدیم بیشتر برای کنترل ترورانس های هندسی هست. ترورانس های هندسی مثلا فرض کنید میخواییم ما یک پوزیشن رو بگیریم، فلتنس رو بخواییم اندازه بگیریم، بخوایم تعامد رو اندازه بگیریم و مواردی از این دست. پس در واقع دوره ما دوره طراحی فیکسچرهای کنترلی هست که به عنوان در واقع حالا فیکسچری که ما می‌خوایم استفاده کنیم فیکسچر کنترلی هست که بخوایم ترورانس های هندسی رو اندازه‌گیری بکنیم. توی بحث گو نات گو چون معمولا توی جزوات مختلف فرمول های گو نات گو آورده شده، ما خیلی بهش نمیپردازیم، در حد یکی دو صفحه است که برای حالا شفت ها و سوراخ استفاده میشه و من در اینجا یک توضیح خیلی خلاصه ای در ارتباط با گیج های برو و نرو و بحث سایشی که توش در نظر میگیرن رو میدیم. خب برای این کار ما نیازه که اول یه سری تعاریف مثل فرض بکنید بیشینه مواد که خیلی کاربرد داره و کمترینه و در اسلاید بعدی کمترین شرایط ماده، اینها رو باهاشون آشنا بشیم. بیشینه مواد یا همون ماکسیمم متریال کاندیشن در واقع حالتی از مقدار ترورانس اندازه قطعه کار هست که در آن بیشترین مقدار مواد در محدوده اندازه موجود است که میتونیم بگیم کمترین مقدار ترورانس در سوراخ‌ها ترورانس قطع میشه و بیشترین مقدار ترورانس در شفت‌ها هست.
الان ما اگر بخوایم ماکسیموم متریال یا بیشینه مواد رو در این شفت بگیم توی این شکل بالا، اینجا الان ما یه دونه شفت داریم، بیشترین مقدار ماده من، بیشترین مقدار ماده که در واقع با MMC یا همون ماکسیموم متریال کاندیشن نشون میدیم میشه عدد 7.3، یا در اینجا در طول چاک پایین بیشترین مقدار ماده من چون یه دونه چاک هست میشه در واقع تنگ ترین حالتش که 10.6 منهای 14 در واقع میشه 10.2. این میشه تعریف بیشترین مقدار ماده. یعنی اگر این رو من بذارم روی ترازو تو شکل بالا شفت، چه حالتی بیشترین وزن رو داره؟ زمانی که قطرش بیشترین قطر هست و عددش میشه قطر 7.3. یا در شکل پایین که الان ما یه چاک داریم، بیشترین وزنی که این قطعه رو بذاریم رو ترازو در چه اندازه و چه تلورانسی هست؟ در اندازه 10.2، چون بیشترین مقدار ماده تو این حالت 10.2 تولید میشه. پس الان شما میبینید که بیشترین مقدار ماده MMC رو ما برای این شکل اومدیم توضیح دادیم. همینطوری ما تعریف داریم کمترین شرایط مواد یا least material condition که در واقع این رو هم با LMC نشون میدیم. حالتی از مقدار تلورانس اندازه قطعه کار که در آن کمترین مقدار مواد در محدوده اندازه موجود است. یعنی میشه بیشترین مقدار تلورانس قطر سوراخ ها یا چاک، یا گشادترین حالت سوراخ یا گشادترین حالت چاک، و همینطور کمترین مقدار تلورانس شفت ها، نازکترین حالت. الان ببینید توی شفتی که بالا داریم بخوایم که کمترین مقدار ماده رو که LMC من می نویسم حساب بکنیم، کمترین مقدار ماده میشه 7.3 منهای 2 که میشه 7.1. یعنی تو این حالت من این بذارم رو ترازو، کمترین وزن رو داره. در واقع میشه چی؟ نازکترین حالت. نازکترین حالت رو اینجا اومدیم گفتیم. یا اگر بخوایم برای شکل پایین کمترین مقدار ماده رو حساب بکنیم میشه 10.6 به اضافه 14 11. یعنی اگه این چاک فرض کنید تو اندازه 11 تولید شده باشه که قابل قبولم هست، در این حالت کمترین وزن رو داره. پس میشه کمترین شرایط مواد که بهش میگیم LMC. حالا LMC رو از این بعد تو تلورانس های هندسی که حالا مودیفایر بهش میگیم، مودیفایرها کمترین مقدار ماده و بیشترین مقدار ماده هست، با L نشون میدن. همینطور توی بحث بیشینه مواد اینجا ما با M نشون میدیم که دورش حالت دایره مانند هست، با این علامت میم نشون میدیم. مثلا فرض بکنید شما الان توی همین سوراخ اگر من یه پوزیشن بیام برای این بذارم، مثلا بگیم که پوزیشن این سوراخ در استوانه یا دایره قطر 1.1 هست، فرض کنید اینجا بذارم در حالت ماکسیموم متریال یا در حالت کمترین ماده، حالا فرض کنید نسبت به A, B و C. حالا A کف قطعه هست، B و C هم یکی از این ذیل ها هست که این بغل، حالا فرض کنید تعریف شده دیگه. B اینم مثلا فرض کنید که C، اون کف کار رو هم ما بیم بهش دیتوم A بدیم. پس پوزیشن من در واقع وقتی میگیم ماکسیموم متریال یا لیست متریال در این حالت میم نشون میدیم این رو. تعاریف اولیه رو خدمت دوستان میگفتیم. ما با مفهوم بیشینه مواد، ماکسیموم متریال کاندیشن، و همینطور کمترین مقدار مواد که لیست متریال کاندیشن هست آشنا شدیم. گفتیم که تنگ در واقع ماکسیموم متریال یا همون بیشینه مواد حالتیه که هر جسمی که ما داشته باشیم، چه یک فیچر خارجی باشه فرض کنید مثل یک شفت، یا یک فیچر داخلی باشه مثل یک چاک یا مثل یک سوراخ، اگر بذاریمش روی ترازو اون مقدار تلورانسی برای ما قابل قبول هست در حالت بیشینه مواد که اگر روی ترازو بذاریم این رو، بیشترین وزن رو ترازو داره، بیشترین مقدار مواد درش موجود هست که میشه تنگترین حالت سوراخ، برای سوراخ ها میشه تنگترین حالت و برای شفت ها میشه کلوفترین حالت. این رو در این اساس ما میایم گیج گو رو برای این طراحی میکنیم. یعنی اساس گیج برو و گیج گو در واقع برای حالتیه که بیشترین مقدار مواد رو داریم. همینطور کمترین مقدار مواد میشه گشادترین حالت سوراخ یا حالا یه چاک، هرچی که داریم گشادترین حالتش میشه که در واقع میشه نازکترین حالت شفت، یا اگر یک زائده ای باشه میشه نازکترین حالتی که اون زائده تولید میشه. به این طریق اساس طراحی گیج ناتکو ما بر اساس کمترین مقدار مواد هست که انجام میشه.
مثلا فرض بکنید تو اون اسلاید قبلی، الان اینجا ماکزیموم متریال برای حالت شفت که ما اینو در نظر گرفتیم 7.3 در واقع میشه گیج ناتگو این، یا اینجا 10.2 گیج نرو این 10.2 که گیجی که برای این تولید میکنیم، یعنی اگر مثلا یک نری باشه که بخواد این تو بره تو قطر 10.2 برای این میذاریم و اینجا میشه گیج نرو. و LMC اینجا الان که اندازه 11 هست در واقع میشه گیج برو این، و توی شکل بالایی گیج برو این اندازه 7.1 هست، یعنی باید یه رینگی به اندازه 7.1 تولید بشه. البته یه سری سایش ها و یه سری به هر حال ملاحظات دیگه ای هست که توی بحث طراحی گیج ها اینها رو ما کامل قبلا گفتیم و میتونن حالا دوستان سرچ بکنن، منابعش هم هست. گیج برو در واقع گیج گو به منظور چک کردن بیشترین مقدار ماده استفاده میشه که بیشترین مقدار ماده در سوراخ‌ها و فیچرهای داخلی میشه تنگترین حالتشون، و در فیچرهای خارجی میشه بیشترین مقدار اون، یعنی حالتی که روی ترازو بذاریم اون حالت وزن بیشتری داره. و همینطور گیج نرو یا ناتگو به منظور چک کردن کمترین مقدار ماده لیست متریال کاندیشن استفاده میشه که کمترین مقدار ماده در سوراخ‌ها میشه گشادترین حالتش، یعنی بذاریم رو ترازو باز کنیم اون حالت وزنش کمتره، و در شفت ها و فیچرهای خارجی میشه کمترین قطره که از اون استفاده میکنیم. یه سری نکات هم هست که باید در نظر داشته باشیم. در گیج نرو یا همون گیج ناتگو باید دو نقطه روبروی هم درگیر شوند، پس نباید گیج پروفیل کاملی از شکل قطعه کار باشد. یعنی فرض بکنید اگر یک حالا شکلی من دارم که کاملا حالت در واقع بسته توری داره، اینه نباید پروفیل کاملی از اون شکل باشه، بهتره دوتا نقطه مقابل باشه، یعنی بهتره که یه همچه حالتی باشه، یعنی بایدش در واقع یه باید نصیحتیه. یه فرض بکنید دوتا صفحه موازی یه فاصله از هم دارن، بعد شما اون پروفیل کاملی که تو قطعه کار هست بندازی داخل این گیج و ازش استفاده بکنید. رنگ سبز برای قسمت گیج برو و رنگ قرمز هم برای قسمت نرو استفاده میشه. پس توی طراحی به خاطر اینکه معمولا ابعاد رو با چشم نمیشه تشخیص داد، که الان شما ببینید اگه ما بخوایم برای این شکل مثلا یه دونه رینگ طراحی بکنیم یا برای این یه دونه گیج برو و نرو طراحی بکنیم، یه قسمت در واقع نری هست دیگه، در دو طرف زده میشه دیگه، یه 10.2 داریم، یه دونه هم اندازه 11 است. اگه هر دو طرف بخواد رو دسته باشه، خب اینو با چشم نمیشه اندازه 10.2 و 11 رو، یه مقدار شاید حالا تشخیصش سخت‌تر بشین، تلورانس بالاییه، ولی معمولا وقتی میکرونی یا صدومی میشه، پس باید یه طرف رو رنگ قرمز در نظر بگیریم برای قسمت نرو و رنگ سبز رو هم برای قسمت برو در نظر داشته باشیم. و توجه هم باید داشته باشیم که پوشش حداکثری طول قطعه کار و یا قسمت درگیر قطعه کار توسط طول گیج ها، مثلا فرض بکنید اینجا من این قطعه کاری رو که اینجا نشون داده شده دارم، حالا مثلا یه طولی داره فرض میکنیم مثلا 10 میلیمتر هر چی که هست 10، مثلا ترورانس داده مثبت منفی 2.2، این باید ما اگه بیشترین طولی که این دته ممکنه داشته باشه 10.2، پس در واقع گیج من باید اون قسمتی رو که اینجا داره درگیر میشه 10.2 رو حتما تحت پوشش خودش داشته باشه، یا ممکنه که قطع کار من طوری باشه که اون مثلا چمم تو اندازه 8ش مفید باشه، حداقل اون طول درگیری که داره قطعه کار با قطعه مقابلش داره گیج حتما باید اون نواحی رو پوشش بده. الان شما میبینید که ما یه دونه قطعه کار اینجا داریم، این در واقع که نوشته پارت قطعه کار من هست، این ما بقیه که اینجا هست و این در واقع پین گیجی که اینجا گذاشته، اینها خود قسمتی از پین گیجه. بهتر هست که ما خود وقتی میخوایم قطعه قطر این سوراخی که اینجا هست، به هر حال یه قطری داره دیگه، میخوایم قطر این سوراخ رو با گیجمون، حالا چه برای گو هست چه برای ناتگو، میخوایم اینو چک بکنیم، حتما اینطوری باشه یک فیکسچری داشته باشیم که بتونیم توی فیکسچرمون بدون دخالت دست که قطعه کار رو توی دست بگیریم، قطعه رو روی استندی بخوابونیم، اینجا حالا گیج بادی هست، قطعه کار رو میون روی گیج بادی قرار میدیم و بعد توسط چند تا گیج بین میتونیم حالا فرامین گو ناتگو رو بزنیم و ببینیم که آیا قطعه کار ما درست تولید شده یا نه. مقدار تلورانس گیج ها معمولاً 5-10% مجموع تلورانس های هندسی و ابعادی قطعه کار هست. مثلا فرض بکنید اگر ما یک گیجی داریم که میخواییم براش در واقع قطعه کاری داریم میخواییم براش گیج تحریف کنیم، اگر تلورانسش هست 2.2،
حداقل دیگه اون مقدار تولرانس گیجمون رو باید 2 صدم در نظر بگیریم یا کمتر. و پیشنهاد استاندارد، چون ما تقریبا بر اساس استاندارد ازم 14.5 داریم کار میکنیم، گفته 5% تولرانس برای قطع کار و 5% رو هم برای سایش در نظر بگیریم، که در ادامه و فصول آینده به صورت کامل این توضیحات رو ما خدمت دوستان خواهیم گفت. و نکته آخر این که انباشتگی تولرانس در طراحی یک فیکسچر کنترلی نباید بیشتر از 50% تولرانس اختصاص داده شده به ویژگی قطعه کار باشد. یعنی مثلا فرض بکنید که ما اومده کف قطعه رو دیتوم آ گذاشته یه فلتنس گذاشته نیم، بعد برای دیتوم دوم فرض کنید یک تعامد گذاشته 1/10، یا یک جای دیگه قطعه کار تولرانس گذاشته 6/10، این مجموع نیم و 1/10 و 6/10 مثلا فرض کنید میشه 1/2. خود فیکسچر کنترلی من مجموع اون انباشتگی در واقع تولرانس هایی که داره نباید بیشتر از 6/10 باشه. این پیشنهادیه که توی استاندارد 14.5 اومده و اساسا اگه بیشتر از این باشه اون فیکسچر دیگه خیلی معنی نداره. و نیروی صفر، تمامی گیج ها و فیکسچر های کنترلی بایستی با نیروی صفر به داخل قطعه کار فرو برن، هیچ گونه دخالت دستی نباید وجود داشته باشه. یعنی مثلا فرض کنید الان ببینید توی این گیج یا اون گیجی که توی اسلاید قبلی بود، اینجا این پینا رو من نباید با زور بیام فشار بدم بره داخل، باید کاملا با نیروی صفر بذاریم. اگه داخل رفت که خب، یا داخل نرفت اون گوناتگاه خودش رو تست بکنه. یکی هم داریم شرایط محیطی که بر طبق استاندارد ازم 14.5 دما و رطوبت محیط نباید به ترتیب بیشتر از 20 درجه سانتیگراد و 50% تجاوز کنه. خاطر حالا پدیده خوردگی هست، انبساط و انقباضای قطعه کار و گیج هست. گیج یک متریالی داره، قطعه کار یک متریالی دیگه ای داره. در دماهای حالا خارج از این دما اون انبساط و انقباضا خب حائز اهمیت میشه. معمولا تو اتاق تمیز اینها رو اندازه میگیرن، یا تو واحدهای مترولوژی دما و رطوبت کاملا تحت کنترل هست. البته یه سری فرمول هایی هست که مثلا دما بالا پایین میشه، ما توی محاسبات میخوایم لحاظ بکنیم، که به هر حال در جای خودش انشالله اگر قسمت شد اون فرمول های انبساط انقباض حرارتی رو توضیح خواهیم داد. تا حد امکان بهتر است گیج کنترلی رو هم در دست نگیریم، به خاطر اینکه تأثیری که گرمای دست بر اندازه گیج ها داره. الان شما مثلا توی این مثال میبینید یک گیج اینجا ما داریم، یک گیج پینی هست، این میخواد بیاد اینجا یک قطعه کاری رو اندازه بگیره. اینجا الان قطعه کار من روش یه سوراخه. خب این قطعه کار رو ما توی دست نمیگیریم، این باید حتما خوابونده بشه، از این کف اومده خوابیده و این طرف هم حالا یه سوراخی که میخواد اندازه گیری بشه، میبینید که اینجا اومده آج زده شده، به خاطر اینکه راحت تو دست استکاک ایجاد بکنه سر نخوره، بعد از داخل یک گایدی داره اینجا در واقع رد میشه و بعد خود این قسمتی که میخواد درگیر بشه میره داخل قطعه کار رو میگیره. حالا این گیج میتونه گوناتگو باشه و میتونه اینجا حالا اگر هم اندازه بیسیک داشته باشه موقعیت و پوزیشن رو بگیره، که در ادامه هم ما این رو توضیح میدیم خدمت دوستان. یا مثلا اینجا تو شکل سمت چپ اگر دوستان ملاحظه بکنید، میبینید که ما اینجا قطعه کار داریم، این قسمتی که نوشته پارت در واقع قطعه کار من هست، اومدیم قطعه کار رو خوابوندیم. قبل از اینکه بخواد این قسمتی که اینجا هست وارد این سوراخ بشه که گو یا ناتگو رو اندازه بگیره، بهتر اول این نوکش هدایت بشه داخل یک سوراخی که روی گیج بادی هست، حالا چه در شکل سمت چپ چه در شکل سمت راست، که اینجا درگیر نشده و اینجا قسمت انجیج و درگیر رو میبینید، که اینجا بتونه راهنما بگیره، این راحت راه خودش پیدا بکنه بره پایین. مثلا فرض کنید اینجا انطباقات H7 H6 باشه، که این راحت راه خودش پیدا بکنه. این اگه داخل قطعه کار رفت، حالا برو، اگر نرفت ناتگو رو واسه ما اندازه بگیره. حالا اینجا یا به صورت مستقیم یا اینکه مثلا یه بوش اینجا قرار بدیم، بیاد بره داخل یه بوش. الان ببینید این قطعه کار اینجاست، بعد اومده خوابیده، به همین اندازه طولی که اینجا هست در واقع قطعه کار من درگیر شده و داره گیج من اندازه میگیره. دست هم هیچ دخالتی نداره، فقط این قسمت رو آیزده شده بگیره. یا اینجا که به هر حال بوش گذاشتیم که یه قطعه فدا شونده هست و میتونه اندازه گیری ما رو انجام بده. فصل دوم دوره طراحی گیج و فیکسچرهای کنترلی رو در خدمت دوستان هستیم با عنوان سیاست‌های طراحی گیج. فرض بکنید که یک قطعه کاری داریم که اینجا شما تو شکل سمت چپ می‌بینید، یک قطعه کاری به من داده که تو این قطعه کار تو نمای بالا اگر مشاهده بکنید دو تا سوراخ داریم ما که قطرشون هست در واقع 12 0 مثبت 2/10.
که این اومده یه پوزیشنی داده به اندازه 0.2 در حالت ماکزیموم متریال نسبت به مبنای A, B و C. خب این A که میشه اولین مبنا فرست دیتوم من، معمولا کف قطعه رو میام میدن، اینجا اومده اولین دیتوم رو یک دیتوم در واقع یک ترورانس هندسی فلتنس داده به اندازه 0.1. حالا چون طول قطعه کار خیلی براش مهم نبوده، 95 میلیمتر اول براش مهم بوده، اومده 95 میلیمتر اول رو براش یه دونه تخری تعریف کرده 0.1. و بعد اومده این زل رو که مبنای بی هست دوباره اینجا به اندازه 95 میلیمتر به عنوان مبنای بی تعریف کرده. یعنی مبنای دوم من بی نسبت به مبنای قبلی خودش آ یه تعامد هم براش تعریف کرده. یعنی خود مبناهایی که به صورت A, B و C تعریف شده به همدیگه این مبناها بسته شده. الان ببینید مبنای دوم من یک تعامد داره به اندازه 0.1 نسبت به کف آ. یعنی اگر شما اینو تصور کنید حالت سبودی که عمود بر صفحه داره میره پایین، این به اندازه 0.1 میتونه تعامد داشته باشه، خیلی نمیتونه این کج تولید بشه عمود بر مبنای آ. و مبنای سوم که C هست اومده باز یک دونه ترورانس هندسی تعامد گذاشته نسبت به دوتا مبنای قبلی خودش، یعنی نسبت به مبنای A که مبنای کف هست کاملا عمود بره پایین، یعنی عمود بر صفحه کاملا انصاف بره پایین به اندازه 0.1، و نسبت به مبنای B به اندازه 0.1 تعامد داشته. یعنی این اگر اینجا مبنای B رو بگیریم تعامد این به اندازه 0.1 هست. یعنی اگر 0.1 رو بخوایم توضیح بدیم، فاصله دوتا صفحه که میتونه این یال درونش قرار بگیره به اندازه 0.1 هست. یا این فرض کنید این قسمت B به اندازه 0.1 نسبت به کف A، این صفحه میتونه حالا کج بخوره، هرچی باشه عمود بر صفحه بره پایین. خب این دوتا سوراخ رو شما میبینید دیگه، نمای بالا خطچینی که نشون داده نشون میده که اینها سوراخ هست. و این سوراخ ها از مبنای C چه مقدار فاصله داره؟ اینجا 36 داره. این سوراخ از مبنای C، ببینید حتما باید از مبنای C بگیم، ما چه مقدار فاصله داره؟ 36 به اضافه 42. این فاصله ای که اینجا داره، یعنی 36 به اضافه 42 میشه 8، 4 و 3 میشه 7، یعنی تقریبا 78 تا. و داره فاصله شو از C میگیره. از مبنای B چقدر فاصله داره؟ 25 میلیمتر که اینجا داخل بیسیک اومده گذاشته. یعنی اگر مثلا این 0.1 به صورت چپ یا راست، خود چون پوزیشن 0.2 داده، یعنی این میتونه 0.1 به سمت چپ یا به سمت راست یا بالا یا در داخل دایره به قطر 0.1 بخوره. فرض کنید اگه 0.1 به این طرف خورد، دیگه این اندازه 42 از اونجا حساب نمیشه، اندازه 42 من داره از همون فاصله سی حساب میشه، انباش ترورانسی مجاز نیست. معمولا حالا به بحث نقشه کشی خیلی از نقشه کشان و طراحا دوباره همین فاصله رو از اینجا میان میدن، یعنی فاصله ای که اینجا هست فرض بکنید این فاصله رو میاد از اینجا میده که میشه 42 به اضافه 36 بیسیک، این فاصله رو قبول دارن، به این صورت قبول ندارن. به حال اینجا حالا شکل شماتیکه و به این نحو اومده نمایش داده. ما میخوایم سیاست‌های طراحی اجرا بگیم. اگر بخوایم فیکسچری در قالب یک مثال داریم اینو توضیح میدیم. اگر بخوایم فیکسچری رو تولید بکنیم، الان توی شکل سمت راست ببینید، خب در واقع این میشه فیکسچر کنترلی من. مبنای A رو میام از کف میخوابونم، بعد مبنای B و بعد مبنای C. اینجا دو تا گیج پین هست، اینو میذاریم داخل، اگر فرو رفت که خب پوزیشن ها سر جای خودش تولید شده، اگر هم داخل نرفت که خب قطعه رده. حالا این پوزیشن هایی که اینجا بوده 0.2 تو این اندازه نخورده، یه اندازه بیشتری خورده و خب قطعه رد میشه. این نکته هم من میگم، این 95 بیسیکی که برای این کم، یعنی ببینید قسمت 95 تاش مهم بوده چون قطعا می‌خواسته یه جای مونتاژ بشه قطعه کار، بعدش خیلی مهم نبوده. این 95 هایی که داده میتونه بیسیک هم نباشه، مثلا 95 مثبت منفی 0.1، اگر این بود 95 مثبت منفی 0.1 بیشترین اندازه این مثلا هر 95 0.1 گیج من باید بیشترین مقدار اندازه رو بگیری فیکسچر ما، و همینطور اندازه بی هم همینطور. این یالی که اینجا برای بی تعریف شده دقیقا باید 95 0.1 باشه. حالا اینجا البته اندازه رو بیسیک داده. اگر ما بخوایم قطر داخلی این سوراخ رو حساب بکنیم، اینر باندری اسمش رو بگیم، مرز درونی سوراخ رو بخوایم حساب بکنیم، چون اینجا اومده گفته که پوزیشنینگ قطعه هست 0.2 در حالت بیشینه مواد، گفتیم چون سوراخ هست بیشترین مقدار مواد بخوایم اینو ما حساب بکنیم، ببینید بیشترین مقدار مواد میشه قطر 12. خب 0.2 هم اینجا پوزیشن داده بهش، این 0.2 ازش کم میشه 11.8. یعنی در واقع اینر باندری من اگه با آی بی نشونش بدیم اینجا شده چقدر؟ 11.8. اوتر باندری یا اون مرز بیرونی جسم میشه کمترین مقدار
ماده، کمترین مقدار سوراخ برای ما اینجا میشه 12.2. ترورانسی که میتونه 12.2 بگیره 0.4 هست، که این 12.2 و 0.4 میشه 12.6. این اوترباندی حساب میشه. مباحث جی دی ان تی یک بار من سریع اینجا یک جدولی براش بکشم. فرض کنید که فی سوراخ و اینجا هم مقدار پوزیشن. اگر قطع کار من گفته که پوزیشنش چقدر هست؟ 0.2 در حالتی که ماکزیموم متریال هست. 0.2 ماکزیموم متریال زمانی هست که سوراخ توی قطر فی 12 داره تولید میشه. اگر سوراخ من توی قطر 12.1 تولید بشه، مقدار مجاز پوزیشن میشه 0.3. 0.1 ترورانس تشویقی میگیره. یا اگر سوراخ من 12.2 تولید بشه، در واقع مقدار پوزیشن من میشه 0.4. 0.1 دیگه ترورانس تشویقی میگیره، که این حالت اینجا میشه کمترین مقدار ماده. که این کمترین مقدار ماده رو میبینید اینجا 0.4 ترورانس تشویقی گرفته. 12.2 به اضافه 0.4 میشه 12.6. در واقع کمترین مقدار ماده میشه قطر خارجی که این سوراخ داره. سیاست های طراحی گیج رو گفتیم و اینجا در ادامه ما میخوایم ببینیم این گیجر یه مقدار، این فیکسچری که داشتیم، میخوایم بیشتر مورد بررسی قرار بدیم. شکل کلیش تو اسلاید قبلی دیدید. اگر بخوایم بیایم شکل طراحی در واقع فیکسچری اینو بخوایم انجام بدیم، این مواردی که اینجا من میگم درسته که در سیاست های طراحی گیج هست، ولی مبناش دقیقا همینه که تو آخر این فصولی که در آینده میگیم عیناً مثل همین. الان ببینید این کف اومده یک تختی گرفته به اندازه 100، یعنی اگر اینجا فلتنس من بود 0.1، 10 برابر دقتش اینجا چون اومده کف بهش میدیم میشه 100، چون گیج باید حداقل 10 برابر دقت رو داشته باشه. بعد مبنای بی که به اندازه 100 اومده تعامد رو در نظر گرفته، اینجا ببینید 0.1 بود مقدار تعامد، اینجا 100 هست، خیلی دقت بالاتری داره. و همطور مبنای سی که باید به اندازه 100 در نظر گرفته، که هم به کف A عمود هست و هم به کف B عمود هست. بعد در فواصلی که نسبت به دیتوم سی ما داریم، یه 36 داشتیم، یکم 36 به اضافه 42 پینگیجا سر جای خودشون میخوره. فاصلش از B 25 تا اینجا سر جای خودش خورده. حالا میخواییم این پینگیج یا این گیجبینی که اینجا هست رو محاسباتش انجام بدیم. گفتیم تو اسلاید قبلی که اینجا کمترین در واقع مرزی که میتونه داشته باشه یا مرز داخلیش 11.8. پس قطعا گیجبینی که داخل این میره باید اندازه 11.8 ما قطر این تولید بشه. حالا این قطری که میخواد 11.8 پینگیجی که تولید بشه، چون میبینید 11.8 من یه توضیح همینجوری بدم، 11.8 چون این 0.2 میتونه چپ و راست بره، 0.2 اینجا از قطر این کم میشه، یعنی 11.8 به اضافه 0.2 میشه قطر 12. حالا این اگر اندازه بگیره و این داخل فیکسچر من رد بشه، یعنی عبور بکنه، در واقع این قطعه اوکی هست. اگر عبور نکنه پوزیشن بیشتر از 0.3 خورده، که مثلا فرض کنه دیگه 11.7 مثلا تولید شده. حالا 11.8 الان با چه ترورانسی ساخته بشه؟ گفتیم با 10 برابر، حداقل 10 برابر یا 10% مقدار ترورانس ماده. الان ببینید ترورانس ماده من 0.2 اینجا من دارم، 0.2 اگر تو فصل اول دقت بکنید گفتیم جمع ترورانس های هندسی و ابعادی، 0.2 ترورانس ابعادی داریم، 0.2 ترورانس هندسی داریم، 0.2 به اضافه 0.2 میشه 0.4. من بنویسم اینجا، ببینید بر این قطعه ترورانس ما خودش هست ترورانس ابعادی 0.2، ترورانس هندسی که پوزیشن داده 0.2، اگر اینا رو با هم جمع بکنیم 0.2 به اضافه 0.2 میشه 0.4. برای گیج پین گفتیم 10% این 0.4 رو در نظر میگیریم ترورانس ساختیش، که میشه 0.04. یعنی الان 11.8 که من دارم باید به اندازه 0.04 مجموع ترورانس هندسی و ابعادی در فیکسچر من باشه. الان ببینید این اومده یه 0 داده به این، یه 0.04 دیگه میمونه که این اومده از این کم کرده، 11.8 منهای 0.04 شده 11.76. پس به این نحو اومده این رو حساب کرده. یا میتونست بگه 11.78 تا 11.8 که میشه 0.02 اینجا ترورانس ابعادی بده، یه 0.02 هم بده به ترورانس هندسی. حالا این که ما 11.8 رو به سمت پایین بدیم، یا میتونستیم اینجوری اینو در نظر بگیریم، مثلا من طراح بیام بگم 11.8 الا 11.84 اینو به سمت بیرون بدم ترورانس رو، یا اصلا بیام بگم چه میدونم 11.8
مثبت منفی 1/100، یعنی یکم به سمت بیرون یکم به سمت داخل، با یه مثلا پوزیشن 2/100، یعنی 2/100 و 2/100 اینجا میشد 4/100، 10 برابر اون، حالا نسبت به ای بی هر چی که هست. این میشه سیاست طراحی گیج. اولین سیاستی که خدمت دوستان میگیم سیاست خوشبینانه است. در سیاست خوشبینانه یا اپتیمیستیک در واقع مقدار پین گیج از کم کردن مقدار حدی یا همون مرز درونی به دست میاد. الان مقدار حدی مرز درونی من که با آی بی نشون دادیم توی این مثال بود 11.8. حالا ما مقدار اون پین گیجمون رو که میشد حالا 10 برابر ترانسش 400 بود، اومدیم از این کم کردیم 11.8 منهای 400 که شد 11.76. به این نحو اومدیم ما حساب کردیم. این میشه سیاست خوشبینانه. یه توضیح هم اینجا دوباره خود این اینر باندری و اوتر باندری داره که این رو هم من بعد از اینکه اون دوتا سیاست رو بگم برمیگردم دوتا رو خدمت دوستان میگم. چه مزایا و معایبی داره سیاست خوشبینانه؟ رد بیشتر اندازه هایی که در محدوده ترورانس نیستند و همینطور همه ویژگی های قطعه که در محدوده ترورانس بودند قبول میشوند و قبول تعدادی کم از اندازه های خارج از محدوده مرزی. من فکر بکنم این توضیح اینر باندری همین گیج اینجا بدم که اون مزایای معایبش رو بهتر بفهمیم. الان ببین خود این اگر ما فرض کنید یک قطعه کار باشه، اینی میخوایم اینجا ما بیایم در واقع اینر باندری و اوتر باندریش حساب بکنیم. خب مرز درونیش رو بخوایم حساب بکنیم، کمترین مقدار ماده من میشه 11.76. 400 هم به خاطر این ترورانس تشویقی میگیره که ازش کم بکنیم میشه 11.72 اینر باندری. همینطور اوتر باندری من ماکسیمم متریال کاندیشن میشه در واقع 11.8 و پوزیشن شده 0، اوتر باندری من میشه 11.8. یعنی از 11.72 این گیج بینی که اینجا هست تا 11.8 رو میاد برای من اندازه گیری میکنه. خود قطعه کار کمترین مقداری که میخورد چقدر بود؟ 11.8 بود. حالا فرض کنید قطعه کار با اون پوزیشن ازش کم بکنیم، مثلا قطعه کار 11.79 تولید شده. ببینید فرض کنید قطعه کار من 11.79 تولید شده تو مرز درونی خودش، این 11.79 گیج ما این رو باید رد بکنه دیگه، این اصلا نات اوکی هست دیگه. یعنی تو همچین اندازه اگر تولید بشه این خود قطعه کار نات اوکیه، ولی این گیج داره اینجا این اندازه میگیره. از 11.72 میتونه چون تولید بشه، 11.73 میتونه تولید بشه، 11.74 میتونه تولید بشه، 11 و همینطور تا 18. اگر الان 11.79 این گیج اینجا مثلا خود قطعه کار من تولید شده باشه نات اوکی هست، ولی گیج من اگر الان 11 و فرض کنید 73 تولید شده باشه که قابل قبولم هست توی مرز خودش هست، این داره اینو قبول میکنه. پس اینجا میتونیم بگیم که رد بیشتر اندازه هایی که در محدوده ترورانس نیستند، بیشتر اندازه هایی که نیستن و واقعا این گیج رد میکنه و این درست و همه ویژگی های قطعه که در محدوده ترورانس بودن رو قبول میکنه. فقط تعداد کمی از اندازه هایی که خارج از محدوده مرزی هستن رو که باید رد بشه این داره چیکار میکنه؟ قبول میکنه. این ماکسیمم متریالش هم میشه توضیح بدم که این 400 به چه نحو در واقع حساب شد. اگر ما بیایم بگیم اینجا قطر پین من و این هم پوزیشن، ببینید اینجا اومده گفته 0 ماکسیمم متریال، یعنی ماکسیمم متریال این قطعه چه حالتیه؟ حالتی که کلوفترین حالت بشه، میشه 11.8. یعنی اگر 11.8 تولید شد پوزیشن باید بشه 0. این در واقع مقدار ماکسیمم متریال. اگر گیج من فرض کنید 11.79 تولید شد، 1/100 اینجا این ترورانس تشویقی میگیره. اگر 11.78 تولید شد پین گیج من، به اندازه 2/100 ترورانس تشویقی میگیره. و همینطور اگر 11.76 تولید شده باشه، به اندازه 400 ترورانس تشویقی میگیره که این حالت در واقع کمترین مقدار ماده هست. اینجا میبینید کمترین مقدار ماده رو حساب کرده، به اندازه 400 اومدیم از این کم کردیم و شده 11.72. سیاست بعدی که میخوایم توضیح بدیم سیاست مدارا کردن هست یا تولرانت. در سیاست تولرانت همون ببین دقیقا گیج بین من در واقع کلیت فیکچر من همونه، فقط اینکه 11.8 رو که مقدار مرز درونی من میشد ترورانسش اومده به سمت بالا و پایین داده، یعنی مقدار پینگیج از کم کردن و اضافه کردن مقدار حدی مثلا ماکسیمم متریال کاندیشن به دست میاد که الان ببینید اینجا که ما حساب کردیم گفتیم 200 این میشد 14 ترورانس قطعه، در درصدش میشد 400. حالا 400 رو الان اومده اینجا 200 به این داده، 200 به پوزیشن داده، یعنی 11.8 مثبت 100 منفی 100، یا فرض کنید مثبت 200 منفی 200،
مثبت منفی در واقع 2 صدم که تورانسش میشه 4 صدم با پوزیشن مثلا 0 میداد. پس در این حالت از کم کردن به اضافه کردن به دست میاد. یعنی به جای اینکه بدیم 11.8 مثل سیاست قبلی منهای 4 صدم، اینجا داده 11.8 مثبت منفی 2 صدم اضافه و کم کرده. اینم اگر اینر باندری شما حساب بکنیم، ببینید اینجا دیگه ماکسیمم متریال وقتی نداریم، یعنی از کمترین مقدار این اگر من لیست متریالش حساب بکنم میشه 11.79، 2 صدم به این کم میشه، میشه 11.77. برای قسمت ماکسیمم متریال هم که میخوایم اوتر باندری رو حساب بکنیم، 11.81 میشه بیشترین مقدار، این 2 صدم هم به این اضافه میشه، یعنی 2 صدم کم میشه در حد پایین و در حالت بیشتری مواد هم 2 صدم اضافه میشه، جایی که ما مودیفایر ام یا ال رو نداریم، که اینجا قطر در واقع مقدار درونی این میشه 11.77 و 11.83. الان ببینید اگر خود قطعه کار من شرایط داخلیش که بود 11.8، اگر مثلا این دوباره بیاد تو 11.78 تولید بشه، این قطعه کار اینو میتونه اندازه بگیره. قطعه کار من فرض کنید 11.8 قابل قبول دیگه، ولی اگر 11.79 تولید شده باشه اینجا و خود پیکچر هم 11.77 داره اینو اندازه میگیره و این یکی از این طرف 11.83 صدم یه اینترفیسی داره به داخل قطعه کار میده، که اگه بخوایم کلن مزایاشو بگیم، رد تعداد کمی از قطعات خوب مرزی، یعنی قطعه از نظر مرزی خوب تولید شده ولی این گیج داره ردش میکنه، و همینطور میشه گفت قبول بیشتر قطعات خوب، اکثر قطعاتی که در محدود تولرانس هستند و قابل قبول هستند این فیکچر کنترلی ما در سیاست مدارا کردن قبول میکنه. همچنین قطعات بد رو که باید رد بشه خب رد میکنه، چون خارج از محدود تولرانس هستند، ولی یه تعداد کمی از قطعات بد مرزی رو هم داره چی قبول میکنه که توضیحشو اونجا خدمت دوستان گفتیم. و سیاست آخر، سیاست طراحی گیج، سیاست سختگیرانه هست، که در سیاست سختگیرانه در ادامه ما خدمت دوستان توضیح خواهیم داد.